آیا میشه صبح‌ها برای پیاده روی وقتی خلوت بیرون رفت یا اونم خطرناکه؟ آیا دستگاه‌های تهویه مطبوع یا کولری که در خونه‌ها یا اداره‌ها هست ممکنه ویروس رو بیشتر از 2 متر پرتاب کنه؟ اینا دو نمونه از سوال‌هایی که شما با هشتگ از ما بپرس برامون فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز از قرنطینه خونگی تمام سوالات شما رو با دکتر جواد امان، متخصص میکروب شناسی از مریلند آمریکا مطرح می‌کنم. دکتر امان، خوش اومدید به برنامه. سلام بشنم. حامد پرسیده در شرکت ما اصلا تعداد نیرو کم نشده و فاصله 1 متری هم رعایت نمیشه، چه برسه به 2 متر. در این شرایط چجوری باید از خودمون مراقبت کنیم؟ بله، متاسفم که رو میشنوم، چون خیلی مهمه که مردم این فاصله رو رعایت بکنن و شما تا اونجا که میتونید باید سعی بکنید بهشون گوشزد بکنید. به حال در شرایطی که قرار گرفتید چاره ای ندارید جز اینکه یه مقدار رعایت فاصله تا اونجا که براتون امکان داره بکنید. شستن دست خیلی مهمه، فکر نکنید چون دستکش دارید دیگه مسئله نیست، همون دست با دستکش هم میتونه اگر ویروس روش باشه منتقل بکنه به شما. شما احتمالاً اگر که سنتون زیر 50 ساله خطر زیادی براتون وجود نداره، ولی بیشترین خطری که هست اینه که ویروس رو ببرید توی خونه و در نتیجه و منتقل کنید به کسایی که بیشتر ممکنه در معرض خطر باشن. سالمه پرسیده تا منتظر واکسن هستیم آیا میشه از تکنیک‌های درمانی دیگه استفاده کرد، مثلا سرم از کسایی که ویروس رو گرفتن و بهبود پیدا کردن؟ بله، این سرم درمانی هم جزو یکی از راه‌حل‌هایی که ارائه میشه، ولی در حال حاضر در مرحله آزمایشی هست و نتایج اولیه‌ای که بیرون اومده فقط از یک مطالعه خیلی کوچیک کمتر از 20 نفر هست و نمیشه هنوز روش قضاوت کرد، ولی ممکنه که کمک کننده باشه. بله. رضا پرسیده گفته میشه اگه ویروس وارد خون بشه خیلی خطرناک نیست و بدن باش مبارزه میکنه، ولی اگه وارد ریه بشه خیلی خطرناکه. آیا میشه ویروس رو در خون بدن آدم سالم تزریق کرد تا سیستم دفاعی برای ویروس آمادگی داشته باشه؟ فکر میکنم منظورش اینه که تا وقتی که واکسن هنوز پیدا نشده یا راهی هست که سیستم دفاعی بدن رو بشه تقویت کرد. ببینید، تزریق ویروس در خون کار خیلی خطرناکی هستش و این رو نه کسی امتحان کرده در مورد این ویروس و نه کسی امتحان خواهد کرد، به خاطر اینکه ریه خودش یکی از ارگانهاییه که بیشتر از هر ارگان دیگه‌ای دوروبر در جدارش خون جاری هست و ویروس از طریق خون هم میتونه بره وارد ریه بشه. در نتیجه کار فوق‌العاده خطرناکی هستش، ولی این ایده که نوع ضعیف شده ای از ویروس رو بتونن وارد بدن کنن، اونم نه وارد خون بلکه توی ماهیچه یا زیر پوست برای واکسن، این امکانش هست. منتها اینها همه باید اول آزمایش بشه، مطالعه بشه و بعداً تولید انبوه بشه در اختیار مردم قرار بگیره. کامران پرسیده آیا وقتش نرسیده که تست در همه کلینیک ها و مطب ها انجام بشه؟ 100% وقتش رسیده، به جز اینکه به اندازه کافی تست وجود نداره که این کار انجام بشه، ولی اگر که تست وجود داشته باشه مطمئنا خیلی خوبه، برای اینکه کسایی که مطمئن تشخیص داده میشه که این ویروس رو دارن میتونن خودشون ایزوله بکنن. کسانی که آنتیبادی علیه ویروس دارن وقتی که با تست مشخص بشه میتونن با خیال نسبتاً راحت تری، نه با کاملا راحت، برن سر کار و در محیط اجتماعی حضور داشته باشن. دکتر امان، مشخص شده دقت کدوم تست ها بیشتره؟ چون گزارش هایی اومده بود که بعضی از تست ها دقتش آنقدر بالا نیست و جواب منفی کاذب میده. بله، این مسئله جواب منفی کاذب و حتی مثبت کاذب یک مشکل تقریبا همه تست ها هست، اما در مورد کرونا به خاطر که خیلی از این تست های با عجله درست شده شاید درصد این اشتباهات بیشتر باشه. و تست هایی که الان وجود داره، تست هایی که مثلا شرکت روش درست کرده یا سیفید، احتمالا اینا درصد مثبت کاذب یا منفی کاذبشون خیلی پایینه. من شنیدم در مورد تستایی که دیگه ای که بعضی از شرکت‌ها درست کردن از کشورهای مختلف از جمله چین که اینها درصدش بالا بوده، اما مهم این هستش که اگر یک کسی مثبت میشه یا منفی میشه تست مثلا و مشکوک هستن حتما به کرونا، تست تکرار بشه و احتمال اینکه یک مثبت کاذب یا منفی کاذب دو بار تکرار بشه کمتره. عطیه پرسیده که احتمال ابتلای بچه‌ها در چه سن و سالی بیشتره؟ آیا آمارهای نتیجه قطعی رو نشون میدن؟ الان مطالعاتی که در مورد ایتالیا و چین اومده بیرون که البته بر اساس آمار حدود 1 ماه پیش هستش، این مطالعات در واقع نشون میده که در چین تعداد خیلی کمی
زیر سن 9 سال مبتلا شدن. هیچ مورد مرگی تو فاصله سنی نبوده از 10 تا 20 سال، باز هم تعداد خیلی کمی بوده، فکر کنم زیر 700-800 نفر، و یکی دو مورد بیشتر، یک مورد فکر کنم بیشتر مورد مرگ نبوده. تو ایتالیا هیچ مورد مرگی زیر 30 سال وجود نداشته تا حدود یک ماه پیش بر اساس آماری که داده شده. در مجموع ریسک بچه ها فوق العاده کمه. اما وقتی میگیم ریسک بچه ها کمه، این رو باید در نظر بگیریم بچه هایی هم هستن که بیماری های زمینه ای دارن، در مورد اونها هنوز آمار زیادی در دست نیست، باید مواظب اونها باشین. و بعدش هم نوزاد وضعیتش مقدار فرق میکنه، برای اینکه دستگاه ایمنی نوزاد هنوز به خوبی تکامل پیدا نکرده و در مورد نوزادان باید دقت خیلی بیشتری بشه. ندا پرسیده آیا میشه مثلا برای پیاده روی در روز با بچه بیرون رفت یه جای خلوت و بدون اینکه بچه بهش به جای دست بزنه، یا اینم خطر داره؟ چون تو بعضی از کشورها این رو هم قدغن کردن ولی تو کشور انگلیس نه. اگه واقعا جای خلوت باشه نه، یاد مسئله نیستش. میدونید هیچ ریسکی صفر نیست، حتی همون تو خونه هم که هستیم ممکنه که یه ریسکای خیلی خیلی نادری وجود داشته باشه، بسی داره که مثلا چه کسای دیگه تو خونه زندگی میکنن و آیا بیرون میرن یا نه. شما اگه بیرون برید و در یه فضای آزاد که شلوغ نیستش، قاعدتا ریسکش خیلی خیلی کمه. مهیلا پرسیده آیا ویروس زیر ناخون باقی میمونه؟ ببینید ویروس رو سطح پوست میتونه یه مدتی بمونه، حالا این پوست زیر ناخون باشه جای دیگه باشه احتمالاً فرقی نمیکنه. و همین دلیل خیلی مهمه که دست مرتب بشوره و این چیزهای بهداشتی رو رعایت بکنید که ویروس مطمئناً از بین رفته باشه، دووم نیاره رو سطح پوستتون. علی پرسیده آیا کولر یا دستگاه تهویه مطبوع در اداره ها میتونن ویروس رو بیشتر از 2 متر جابجا کنن؟ احتمالش هست. به صورت ویروس در ذرات بزرگی که وارد هوا میشه و اگر این هوا در حال حرکت باشه، خب ویروس هم میتونه باهاش حرکت بکنه. و به همین دلیل تو محیط کاری اگه الان افراد بیرن سر کار، بهتره که حتما ماسک داشته باشن که این ماسک بتونه تا حدود زیادی از انتقال اون ذرات بهشون جلوگیری کنه. خیلی متشکرم. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام بی بی سی به آدرس @bbc شما برای ما بفرستید.